أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارها بارها عرض کردم که اصلاح جامعه ممکن نیست مگر با اصلاح اندیشهای فاسدی که بر جامعه حکومت میکنه، و این کار همون کار انبیاست. تمام انبیا آمدند بر اصلاح عقاید مردم، افکار مردم، ولی بعد از مدتی شیطان ها اونها رو دوباره گمراه کردند. الا من رحم ربک، مگر کسانی که بر ارث انبیا، بر کتاب و سنت چنگ زدند. و این کار اصلاح کار بزرگی است، کار کوچکی نیست، کار ساده ای نیست، کار آسانی نیست. ترک عقاید موروثی، به خصوص که نام دین گرفته باشه، نام اسلام گرفته باشه، نام اهل بیت محمد علیه السلام گرفته باشه، بسیاری را فریفته است. و اصلاح جامعه جز با تغییر قلوب مردم و تغییر نفوس مردم و تغییر افکار مردم ممکن نیست. با بهترین کار، بلکه تنها راه درست در این مورد قرآنه و سنت پیغمبر. ولذا بت‌هایی را که در قرون اخیر به افکار مردم مسلط کرده اند، به خصوص به نام اسلام، این بت‌ها را باید شکست. علمای بزرگ، مصلحانی بزرگ کوشش ها نمودند در ایران و در غیر از ایران که این بت‌ها را بشکنند، لیکن پرده‌داران بت‌ها، سودمندان از بت‌ها، خمس بخوران از بت‌ها، اونها را یا بدنام کردند طبق روش همیشگیشون، یا تهمت زدند، یا افترا زدند، به نحوی از آنها از جامعه تردشون کردند. ولی الان شکر خدا را که ما در برهه زمان هستیم که این سلاح‌ها خیلی کارگر نمیتونه باشه، مگر بر افرادی بسیار معدود و خام و کال، اما بر عموم جامعه شاید خیلی مؤثر نتونه باشه.